تظاهرات در کابل. زنان باید به آموزش و کار دسترسی داشته باشند. برخی از احزاب برای دفاع از حقوق پشتونها در پاکستان جرگه برپا کردن و همچنان در پایان. شمال و جنوب به کشتارگاه از سوی طالبان مبدل شده است. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری رها. اعضای حزب جنبش تغییر برای افغانستان با برپایی تظاهرات در کابل خواستار دسترسی زنان به آموزش و کار شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که به مناسبت هفته بین المللی زنان برگزار شده بود، از امارت اسلامی خواستند برای حل چالش‌های کنونی زنان در افغانستان یک کمیسیون تشکیل دهند. ظریفه یعقوبی از اعضای حزب جنبش تغییر برای افغانستان گفت: ما از امارت اسلامی می‌خواهیم ما را حمایت کند و اجازه کار کردن به ما بدهد. سیویتا از دیگر اعضای حزب جنبش تغییر برای افغانستان هم گفت: وقتی کمیسیون تشکیل شود، مشکلات زنان مورد توجه قرار می‌گیرد و زنان می‌توانند به اهداف خود برسند. معترضین در اعلامیه پایانی خود نسبت به بازداشت‌های خودسرانه طالبان ابراز نگرانی کردند. سارا کریمی از اعضای حزب جنبش تغییر برای افغانستان گفت: زنان افغان محدود شدند. زنان بدون اجازه امارت اسلامی نمی توانند به سر کار یا دانشگاه بروند. این در حالی است که امارت اسلامی مدعی است نسبت به حقوق زنان در چارچوب شریعت متحد است. سازمان‌ها و نهادهای ناظر اما تاکید دارند با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان اسفبار شده است. برخی از احزاب برای دفاع از حقوق پشتونها در پاکستان جرگه برپا کردند. برخی از احزاب در شهر بنوی پاکستان با برپایی جرگه خواستار حفاظت از حقوق اقلیت پشتونها در پاکستان و مشکلاتی که پشتونها با آنها روبرو هستند شدند. محمود خان اچکزی از حزب ملی عوامی پشتونخوا گفت: پشتونها در 12 می 2007 در کراچی کشته شدند. به خانواده کشته شدگان هیچگاه غرامت پرداخت نشد. رئیس حزب ملی عوامی پشتونخوا تاکید کرد: بر اساس یک طرح به مناطق قبیله‌ای انتقال و ساکن می شوند تا با عملیات‌های تروریستی بزرگان مذهبی پشتون را هدف قرار دهند. و افزود: پشتون‌ها دیگر طاقت استثمار خود را ندارند. به نقل از رسانه‌های پاکستانی، محمود خان گفت: کمربند پشتون‌ها منابع طبیعی دارند، اما با این حال پشتون‌ها محروم نگه داشته شدند. کنترل روی منابع طبیعی باید دوباره به دست آید. قابل ذکر است در جرگه برپا شده رهبران احزاب مختلف حضور داشتند. ادامه کشتار. نظامی پیشین در غور تیرباران شد. گزارش از آماج نیوز. منابع با آماج میگویند که طالبان یار محمد نظامی حکومت پیشین را در روستای سوخته‌ای شهر فیروزکو ولایت غور تیرباران کردند. نزدیکان یار محمد میگویند که طالبان دو روز پیش او را از منزلش با خود بردند و جسدش امروز یک شنبه 22 اُحد از مربوطات حوزه اول روستای درقوزی پیدا شده است. اما عبدالرحمن بدری، سخنگوی فرماندهی پلیس زیر اداره طالبان در غور، میگوید که جسد این مرد پیدا و به شفاخانه منتقل شده است. او میافزاید که تاکنون در پیوند به این رویداد جزئیات بیشتر در دست ندارد. این در حالی است که به دنبال کشته شدن یک جوان پنجشیری به نام بلال از سوی طالبان، واکنش‌ها در پیوند به ادامه کشتارهای طالبان اوج گرفته است. نشر نوارهای از این نوع رفتار که مزداق محاکمه صحرایی عنوان می شود، واکنش های تند را در قبال داشته است. شمار آن را جنایت خوانده و گفتند که طالبان تغییر نکردند. بایدن کمک 200 میلیون دلار تسلیحات به اوکراین را تایید کرد. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. طبق اعلام کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با استفاده از اختیارات قانونی خود ارسال 200 میلیون دلار تسلیحات دیگر به اوکراین را تایید کرده است. این در حالی است که روسیه به غرب از جمله آمریکا در مورد ارسال تسلیحات به اوکراین هشدار داده است. کمک هایی که آمریکا برای اوکراین در نظر گرفته است و ارزش آن 200 میلیون دلار است، شامل تسلیحات کوچک، ضد تانک و ضد هوایی می شود. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته است که با صدور مجوز از سوی بایدن، را برای ارسال فوری تجهیزات جدید به اوکراین هموار شده است.
با گفته این مقام بسته کمکی جدید تمام کمک های امریکا به اوکراین را از جنوری سال 2021 به این سو را به 1.2 میلیارد میرساند و از سال 2014 که روسیه کریمیه را از اوکراین جدا کرد این کمک ها به 3.2 میلیارد دلار میرسد. در مجوزی که از سوی بایدن صادر شده است به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا دستور داده شده است که 200 میلیون دلار را از طریق قانون کمک خارجی برای دفاع اوکراین اختصاص دهد. این اوجوه می تواند برای تسلیحات و سایر اقلام موجود در انبار وزارت دفاع و همچنین آموزش نظامی برای کمک به اوکراین در برابر حمله روسیه که اکنون در هفته سوم است استفاده شود. اوکراین از غرب خواسته است که کمک های بیشتر نظامی را به این کشور بفرستد. در مقابل روسیه هشدار داده است که معموله های تسلیحاتی و کمکی به اوکراین هدف مشروع نظامی می باشد. رئیس جمهور پیشین اوکراین پوتین جنایتکار جنگی است و به مقاومت ادامه می دهیم. پدرو پوروشنکو رئیس جمهور پیشین اوکراین ولادیمیر پوتین را جنایتکار جنگی خوانده و گفته است که نیروهای اوکراینی تسلیم نمی شوند و به نبرد با نیروهای روسی ادامه می دهند. پوروشنکو روز شنبه 12 مارس در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است لطفاً به پوتین اعتماد نکنید. لطفاً به روسیه اعتماد نکنید. من فکر میکنم پوتین یک جنایتکار جنگی است. او یک فرد دیوانه است. با آنکه گفته می شود نیروهای روسی در 15 مایلی کیف پایتخت اوکراین رسیدن، رئیس جمهور پیشین این کشور تاکید دارد که اوکراینی ها تسلیم نخواهند شد. با گفته او با آنکه ارتش اوکراین با کمبود مهمات روبرو است، اما ارتش و مردم در حال در هر خانه، خیابان و محله خواهند جنگید. وی تاکید کرده که هیچ چیزی را به پوتین نمی بخشند. پوروشنکو گفته است در کیف، در خارکیف، غیره، در همه شهرها جهنم برای سربازان روسی و در پایان روز جهنم برای پوتین خواهد بود. با این حال رئیس پوروشنکو تاکید کرده است که اوکراین به تجهیزات نظامی بیشتر نیاز دارد. او افزوده است که ارتش برای کشور آماده جنگ است و به هیچ سرباز بیرونی نیاز ندارد. او هم متأسف کرده است که به تجهیزات نظامی مانند جیت نظامی، زره تانک، موشک های ضد هوایی و سایر مهمات نیاز دارند. گفتنی است که پوتین در 24 فوریه دستور حمله به اوکراین را صادر کرد. از آن زمان تا کنون نیروهای اوکراینی در برابر این حمله مقاومت شدید کرده و مانع پیشروی نیروهای روسی شدند. این جنگ تا کنون هزاران کشته و بیش از 2 میلیون آواره به جا گذاشته است. رهبران فرانسه و آلمان در تماس با پوتین بار دیگر خواستار را تجبث فوری شدند. شبکه خبری CNN گزارش داد که اولاف شولتز سخن نخست وزیر آلمان و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس 75 دقیقه‌ای از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند که در اوکراین آتش بس فوری اعلام کند. طبق این گزارش مکرون و شولز همچنان در این تماس تلفنی از پوتین خواستند که به سمت راه حل دیپلماتیک برای مناقشه حرکت کند. طبق گفته‌های مقام‌های دولت آلمان این گفتگوها بخشی از تلاش‌های بین‌المللی در حال انجام برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.